اینک ما اینجاییم بر سر مزار احمد شاه مسعود رهبر ملی افغانستان، زمانی که در سال 1979 روسها به پشتیبانی از حکومت دکتر نجیب الله وارد افغانستان شدند و افغانستان رو اشغال کردند، احمد شاه مسعود و یارانش تحت عنوان جهادی ها جهاد اعلام کردند علیه اشغالگری روسها و در همین مکان در دره پنج شیر مبارزات خودشون علیه روسها اعلام کردند. اونها مصرانه جنگیدند تا امپراتوری روسیه و حزب کمونیست روسیه را به زانو درآوردند. روسها بالاخره ناچار شدند که به کشور خودشون به روسیه بازگردند. احمد شاه مسعود و یارانش با دیگر احزاب سیاسی وارد کابل شدند و حکومت خودشون رو اعلام کردند. ولی در سال 1996 یک بار دیگر حکومت طالبان و سازمان تروریستی القاعده به رهبری اسامه بن لادن حکومت رو در دست گرفتن. دره پنجشیر، همین مکان که زادگاه احمد شاه مسعود است و اینک آرامگاهش هم در اینجا قرار داده، تنها مکانی بود برای سازماندهی دوباره و مقاومت افغانی ها در برابر حاکمیت سیاه طالبان. احمد شاه مسعود در تاریخ 9 سپتامبر 2001، در حالی که دو عرب با اجازه نامه یک مرکز اسلامی از لندن به دره پنجشیر آمده بودند تا با شیر پنجشیر گفتگو داشته باشند، اونها در واقع بمب در کامراشون در دوربینشون جای جاسازی کرده بودند و حتی اون مسئله، اون رویداد به عنوان اولین عملیات انتحاری ازش یاد میشه. و بالاخره احمد شاه مسعود در روز 9 سپتامبر 2001 و همان گونه که اعلام کردم در عین مصاحبه با دو روزنامه نگار عرب ترور شد. امروز 11 سپتامبر 2013 ما بر سر مزارش در دره پنجشیر و در زادگاهش هستیم. یاران زیادی داره احمد شاه مسعود در گوشه و کنار افغانستان و یه بخش از مظلومین جهان، یه بخش از اونهایی که برای آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و رهایی از یوغ استبداد می‌جنگند، احترام بسیاری برای احمد شاه مسعود قائلند. رحیم رشیدی، دره پنجشیر، زادگاه و مزارگاه شیر پنجشیر احمد شاه مسعود.